شکستگی استخوان‌ها بیشتر اوقات در فصل زمستان رخ می‌دهد، یعنی وقتی که نسبت برفباری و یا یخ بستن سطح جاده‌ها لشم شده و امکان افتادن و به زمین خوردن افزایش می‌یابد. اگر به شما یا یکی از اعضای سالخورده خانواده‌تان همچو یک اتفاق ناگواری رخ دهد، چگونه می‌توانید با آن رسیدگی کنید؟ برای زیاد معلوماتتان صحبتی داریم با دکتر حامد امانزی، متخصص ارتوپیدی که از استدیوی کابل مهمان من. دکتر صاحب سلام بر شما، خوش آمدین. خب در اول اگر کوتاه بگوین که از لحاظ وخامت و یا شدت شکستگی به چند نوع است و در چه حالات خطر مرگ را میشه که داشته باشه؟ سلام بر شما و کارکنان تلویزیون شما. قبل از اینکه بحث موضوع پردازیم میخوام یک چند کلمه کوتاه درباره کسر و درباره سیستم اتکایی وضعیت مگب دیم. خود سیستم اسکلتی بدن سیستم اتکایی و رکی بدن است که استخوان در مجموع استخوان ها وظیفه امیره دارن و کسر معمولا یک تعریف از خود داره. کسر گفتن که هرگاه تمادی استخوان از بین بره این با نام کسر یاد میشه که میشه به شکل تام و به شکل ناتام باشه و حوادثی که باعث کسر میشه چندین علت شده میتونه که باعث کسر شوه که اکثرا تروما هاست که تروما معنوی مختلف داره که تروما سپورتی است، تروما سقوط از ارتفاع است، تروما های جنگ است بدبختانه، تروما های است که باعث کسر میشه. همچنان بعضی از حالات مرضی، حالات انتونی که باعث کسر میشه. بله. و حالات پاتولوژیک و ازافات تشکر شما دکتر صاحب. بله سخنهای شما را مشنیدم، سپاس از معلوماتی که را کردین. امروز مشخصا ما میخواییم روی شکستگی های صحبت بکنیم که در اثر سقوط و یا افتادن اشخاص بر زمین به وجود می آید. شخصی که بر زمین تصادم میکنه و درد جانکاهی را حس میکنه، برای ای که بدانه آیا دچار شکستگی استخوان شده یا خیر، چه کاری باید بکنن؟ بس. معمولا در اشخاص موسن کسرها در تمام مراحل زندگی به وجود میاد، نزد اطفال، نزد کاهلان و نزد اشخاص موسن. معمولا کسرهایی که نزد اشخاص موسن به وجود میاد از سر افتیدن، چون عظام استپروتیک است یا نرم است، از اندکترین ضربه که بالای آن وارد میشه باعث کسر میشه. معمولا کسرهایی که نزد کاهلان یا کهنسالان به وجود میاد، کسرهایی که در بند دست به نام کسرهای کولیس یا کسرهای سمت است به وجود میاد، همچنان کسرهای هون قفقس، کسرهای اوصله و همچنان کسرهای هون قجروی ازود معمولا از سر ترومای افتیدن از اشخاص موسن به وجود میاد. زنده باشین. خب در جوامع مثل افغانستان در کدام حالات شما رفتن به شکست بند را توصیه میکنین؟ من اصلا طرفدار از این نیستم که اشخاصی که مظلوم میگرده و از شکست بند مراجعه نمایند، به خاطر که ما یک توصیه ما به تمام وطنان ما این است، زمانی که یک کسر به وجود میاد سه علامه مشخصه یا سه علامه واضح داره که خودشان میفهمه که کسر شده. یکی درد است در قدم اول، در قدم دوم یک تورم موضوعی، یک پندگی موضوعی در نای است و در قدم سوم سوء شکل است. هر زمانی که این حالت نزدشان به وجود بیاین میتونن به شکل خودی خودشان به خود کمک کنن، میتونن طرف زیر یک تخته عادی، زیر یک چوب طرف را تثبیت کنند. حتی اگر چوب یا تخته چیز نباشه میتونه به طرف مقابل، مثلا پای است، یک پای کسر پیدا میکنه، طرف پای مقابل او را باید زری یک دسمال بسته کنه و یک نزاکت باید مراد کنند که دسمال به اندازه شخ و یا محکم بسته نشه که باعث خرابی اروا یا خونرسانی طرف شوه. بله. خود از این سبب اختلالات ناگوار. دکتر صاحب، برای افراد سالخورده که استخوان‌هایشان بیشتر آسیب پذیر است، توصیه شما چیست؟ آیا غذاهایی وجود داره یا طریقهایی وجود داره که استخوان‌های این نوع اشخاص بیشتر تقویت پیدا بکنن؟ ما یک توصیه ما به کسایی که سنشان بلند است، یک سه نکته بسیار مهم باید یا مد نظر داشته باشن، خصوصا در زمستان. یکی کسایی که مشکلات شنوایی گوش دارن و از آلای مخصوصی که برای شنوایی گوش استفاده میشه از این استفاده میکنن، این برآمدن از خانه ای آله شنوایی گوش 100% یا باید گوش خود بسته کنن، به خاطر که در سیستم کنترل موازنه عضویت گوش ها رول اساسی را دارن. همچنان کسایی که مشکل دی دارن باید از عینک خود استفاده کنن در اثنای برآمدن و کسایی که از آساچوب استفاده میکنن قبلا، این برآمدن از خانه باید از آساسیوب استفاده کنند تا مظلوم نگردن و نایشان کسر پیدا. تشکر از شما دکتر صاحب امانزی.